سلام، در این ویدیو میخوام در مورد مدار قدرت و فرمان راه اندازی الکتروموتور سه‌فاز به صورت لحظه‌ای و دائم صحبت کنم. گاهی وقتا داخل سنت نیازه که یک خط با یک شستی به صورت لحظه‌ای کار کنه و با شستی دیگه به صورت دائم کار کنه و با فشردن دکمه استوب متوقف بشه. اگر شستی سمت چپ فشرده بشه، خط ما به صورت دائم کار میکنه و تا زمانی که شستی استوب فشرده نشه، خط متوقف نمیشه. اما اگر شستی سمت راست زده بشه، خط به صورت لحظه کار میکنه و زمانی که دستمون از روی شستی برداریم، خط متوقف میشه. جهت متوقف کردن خط زمانی که داره به صورت دائم کار میکنه، اینه که ما شستی استوب بزنیم. پس برای این منظور میایم مدار فرمان و قدرت مربوط به راه اندازی الکتروموتور سه‌فاز به صورت لحظه‌ای و دائم براتون میگیم. اگر به این موضوع علاقه مند هستید تا انتهای ویدیو رو دنبال کنید. بابک رنگپر هستم و شما ویدیوی مربوط به راه اندازی الکتروموتور سه‌فاز لحظه‌ای و دائم به صورت همزمان رو از مجموعه ویدیوهای کانال پاپنک مشاهده می‌کنید. اگر به این موضوعات علاقه‌مند هستید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدین تا در صورت گذاشتن ویدیو جدید از اون مطلع بشید. برای رسم مدار قدرت و فرمانش نیاز به ولتاژ سه‌فاز برای مدار قدرت و ولتاژ تک‌فاز برای مدار فرمان داریم. همچنین انتهای مدار فرمان نیاز به یک نول وجود داره. مدار قدرتش بعد از خط سه‌فاز نیاز به کلید مینیاتوری قدرت که به صورت سه‌فاز بوده، تیغه‌های کنتاکتور و در نهایت بار الکتریکی که موتور سه‌فازه نیاز داریم. حال میایم مدار رو تکمیل میکنیم و خط رو کامل رسم میکنیم. جهت نمگذاری فیوزمون رو F1 گذاشته. تیغه های مدار قدرت کنتاکتورمون رو به صورت کایک میذاریم و در نهایت موتورمون رو M1 میذاریم. اما مدار فرمانمون نیاز به فیوز داشته که کلید مینیاتوری شستی استوب داره که شستی استوب ما نرمالی کلوز باشه و نیاز شستی استارت که به صورت دائم کار کنه و به صورت نرمالی اوپنه و در نهایت نیاز به تیغه کنتاکتور داره. شستی دو حالتی استارت استوب نیازه که برای راه اندازی لحظه استفاده بشه و در نهایت تیغه باز بوبین کنتاکتور رو نیاز داریم. اگر مدار رو خطاش رو رسم کنیم و خطات رو به هم اتصال بدیم، نیازه که بوبین کنتاکتورمون با تیغه بستی شسته استارت استوپمون سری باشه. برای نامگذاری قطعات مدار فرمان فیوزو F2 میذاریم چون که F1 برای مدار قدرت استفاده شده. شستی استوپمونو S0، شستی استارت دائممونو S1 و شستی استارت استوپمونو S2، تیغه بوبین کنتاکتورمونو K1 که هم مشابه با تیغه مدار قدرتش قرار میدیم و کنتاکت باز کنتاکتور رو باز K1 قرار میدیم. حال مدارمون تکمیل شده. اما عملکرد مدار به این صورته که با فشردن شستی S1 کنتاکتور K1 فعال شده و از اونجا که شستی S2 به صورت استوپه،
تیغه کایک بسته میشه و کنتاکتور به صورت دائم کار میکنه. اما اگر شستی S2 که یک شستی دو حالته است فشرده بشه، از اونجایی که تیغه نرمالی کلوز باز و بعد تیغه نرمالی اوپن بسته میشه، پس مدار ما به صورت لحظه‌ای کار میکنه و جریان از مسیر حالت استارت میره و با برداشتن دستمون از روی شستی مدار قطع و کنتاکتور قطع میشه. برای رسم شماتیک راه اندازی الکتروموتور سه‌فاز به صورت لحظه‌ای و دائم همزمان، نیازه که ما برای مدار قدرتش یک کلید مینیاتوری، کنتاکتور و بار که همون موتور الکتریکی سه‌فاز استفاده کنیم. برای سیمبندیش نیازه که از سه‌فازمون به کلید مینیاتوری و از پایه‌های 2 4 6 کلید مینیاتوریمون به پایه‌های قدرت کنتاکتور و در نهایت از کنتاکتور به بار الکتریکیمون اتصال بدیم. برای رسم مدار فرمانمون نیاز به تجهیزاتی از جمله کلید مینیاتوری، شستی استوب، شستی استارت داریم. همونجور که در مدار مشخصه، اگر ما بخوایم قسمت چپ مدار رو رسم کنیم، نیازه که از خط فازمون به کلید مینیاتوری تک فاز، از کلید مینیاتوری به شستی استوب، از شستی استوب به شستی استارت و از پایه 4 شستی استارت به بوبین کنتاکتورمون پایه A1ش وصل کنیم و در نهایت پایه A2 بوبین کنتاکتور رو به 0 اتصال بدیم. این قسمت قسمت چپ مدار فرمان ماست. اما برای قسمت موازی شستی استارت دائمکارمون نیاز به یک شستی استارت دوبل داریم. شستی استارت دوبل ما که دو پایش 1 و 2 و دو پای دیگرش 3 و 4 هستند که با فشردن شستی تغییر وضعیت میده. پس ما از این شستی برای راه اندازی استارت لحظه‌ای الکتروموتورمون استفاده میکنیم. با توجه به شکل نیازه که ما از پایه 2 شستی استوپمون به پایه 1 و 3 شستی 2 کنتاکتمون اتصال بدیم و در نهایت از پایه 2 شستی 2 کنتاکتمون به تیغه نرمالی اوپن کنتاکتور اتصال بدیم. همچنین برای موازی کردن شستی 2 کنتاکتمون با شستی استارت دائم کارمون نیازه که ما پایه 4 رو به پایه 4 شستی استارتمون اتصال بدیم. اما روش دیگه هم برای راه اندازی الکتروموتور سه‌فاز به صورت همزمان لحظه‌ای و دائم وجود داره که با استفاده از یک کنتاکتور کمکیه. در قسمت کامنت ها بگین که این مدار رو چطور میتونیم ببندیم و چه تفاوتی با این مدار داره و از چند کنتاکتور باید به چه صورت استفاده کنیم.